سیستم هیدروپنوماتیک، عمل کرده اجزاء هیدرولیکی، این فیلم سومین فیلم از سری فیلم های آموزشی مربوط به سیستم هیدروپنوماتیک سیتروئن است. توصیه می شود که چنانچه دو فیلم قبلی را مشاهده نکرده اید، حتما قبل از دیدن این فیلم آنها را مشاهده کنید. همانند فیلم های قبلی، این فیلم نیز بیشتر بر روی سیستم های اصلی نصب شده بر روی خودروی زانتیا تمرکز دارد. در این برنامه به شرح جزئیات بیشتر و عملکرد بعضی از اجزای سیستم پرداخته می شود. به منظور بهره‌گیری بیشتر، این برنامه به 4 قسمت مجزا تقسیم شده است. قسمت اول، اصول اولیه عملکرد قسمت تأمین و حفظ فشار. قسمت دوم، اصول کارکرد سیستم تعلیق. قسمت سوم، سیستم ترمز. و در قسمت چهارم به مطالعه عملکرد سیستم فرمان هیدرولیک می‌پردازیم. کتابچه همراه فیلم نیز به 4 قسمت تقسیم شده است. توصیه می‌شود که پس از دیدن هر قسمت فیلم به قسمت مربوطه از کتابچه مراجعه شود. پیش از پرداختن به قسمت تأمین و حفظ فشار، بهتر است نگاهی به چند مورد از ویژگی های لوله ها و تجهیزات آب بندی سیستم هیدرولیک داشته باشیم. لوله های هیدرولیک. همان گونه که در فیلم های قبلی دیده ایم، روغن LHM تحت فشار از طریق لوله های فولادی با پوشش اپوکسی به اجزای مختلف سیستم ارسال و از طریق لوله های لاستیکی یا پلاستیکی سازگار با LHM به مخزن بازگردانده می شود. این بازگشت یا از نوع بازگشت کارکردی نظیر بازگشت روغن از سیستم فرمان هیدرولیک بوده و یا به صورت بازگشت نشتی یا قطره‌ای از اجزای داخلی سیستمی باشد. جالب است که بدانید در بعضی از خودروهای سیتروئن بیش از 50 متر لوله به کار رفته. در سیستم هیدرولیک این نوع خودرو 3 نوع لوله در 3 اندازه مختلف به کار رفته است. این لوله ها با قطر خارجی 3.5 میلیمتر، 4.5 میلیمتر و 6.35 میلیمتر می باشند. در خودروهای با سیستم تعلیق فعال یا هیدراکتیو، بعضی از لوله ها دارای قطری معادل 10 میلیمتر می باشند. همواره از قطعات اصلی استفاده کرده و به عنوان یک مورد ایمنی، هرگز یک لوله فولادی آسیب دیده را تعمیر نکنید. مخزن هیدرولیک که تحت فشار نمی باشد، تقریبا 4 لیتر روغن LHM را در خود نگه می دارد. کاربردهای مخزن عبارتند از ذخیره سازی، فیلتر کردن، امولسیون شکنی و خنک کاری روغن LHM. در برنامه های گذشته نحوه تمیز کردن فیلتر و تعویض روغن LHM شرح داده شدند. قسمت اول، کار تأمین و حفظ فشار. روغن LHM از مخزن به پمپ 6 به علاوه 2 جریان می‌یابد. در فیلم آموزشی اول به مطالعه پمپ پرداخته شد و اگر به خاطر داشته باشید، پمپ دارای 2 قسمت است که هر دو در تغذیه از مخزن مشترک می باشند. یک قسمت دارای 6 پیستون یا جزء پمپ کننده همراه با یک رگلاتور بوده که به منظور تأمین فشار در سیستم فرمان هیدرولیک می باشد. قسمت دیگر تنها 2 پیستون داشته و بدون رگلاتور بوده و به منظور تأمین فشار در مدار قسمت تأمین و حفظ فشار می باشد. روغن LHM از پمپ یا به مدار سیستم فرمان هیدرولیک جریان یافته و یا به انباری اصلی و مجموعه رگلاتور فشار ارسال می گردد. برای درک بهتر اتفاقاتی که در درون رگلاتور فشار می افتد، از تصاویر گرافیکی استفاده می کنیم.
اساساً رگولاتور فشار از 4 محفظه تشکیل شده که توسط مجاری مختلف به یکدیگر متصل می‌گردند. همچنین یک شیر یک طرفه و 2 سوپاپ لغزنده که هر کدام به یک فنر متصل می‌باشند. سوپاپ بزرگتر سوپاپ اصلی نامیده شده و سوپاپ کوچکتر سوپاپ پیلوتی نامیده می‌شود. محفظه A به قسمت تغذیه یا پمپ مرتبط می باشد. محفظه U به انباره و مدارهای استفاده کننده و نیز از طریق شیر یک طرفه به محفظه A متصل می باشد. محفظه R به طور دائم به مخزن متصل می باشد. و بالاخره محفظه B که بر حسب موقعیت سوپاپ پیلوتی به محفظه A یا R متصل می شود. هنگام روشن بودن موتور، روغن LHM از طریق پمپ وارد شده، از شیر یک طرف گذشته و فشار را در محفظه U، انباره و مدار استفاده کننده افزایش می دهد. بر حسب موقعیت سوپاپ پیلوتی، فشار به همان اندازه در محفظه بی افزایش می‌یابد. این فشار همراه با فشار فنر موجب نگه داشتن سوپاپ اصلی می‌گردد. افزایش فشار در محفظه یو موجب ایجاد یک نیروی فزاینده وارد بر قسمت بالایی سوپاپ پیلوتی شده و در نتیجه موجب تمایل سوپاپ به پایین آمدن و فشرده شدن فنر می‌گردد. فشار روغن در بالا و پایین سوپاپ اصلی یکسان می باشد. سوپاپ توسط فنر در بالاترین موقعیت خود باقی می ماند. هنگامی که نیرو در قسمت بالایی سوپاپ پیلوتی کمی بیشتر از نیروی فنر می گردد، سوپاپ شروع به پایین آمدن کرده و بنابراین راه ورودی فشار بالا به محفظه بی بسته می شود. همونطور که فشار در محفظه یو افزایش می‌یابد، سوپاپ پایین‌تر آمده و این امر موجب اتصال محفظه بی به مخزن از طریق محفظه آر می‌گردد. هنگامی که فشار در محفظه بی به صفر می‌رسد، سوپاپ اصلی که در معرض فشار محفظه یو بوده، بر روی فنر خود فشرده می‌گردد. در عمل هر دو سوپاپ در یک زمان با هم حرکت می کنند که این امر موجب شنیده شدن صدای تیک همراه با عمل قطع یا کات آوت می شود. در نتیجه این عمل پمپ از طریق محفظه آر به مخزن مرتبط می شود. در همان زمان فشار در محفظه یو شیر یک طرفه را بسته و موجب بازگشت روغن بدون فشار به مخزن می گردد. هنگامی که این حالت روی می دهد، پمپ در حالت هرزگردی و یا چرخش آزاد بوده و سیستم هیدرولیک کاملا شارژ می باشد. به محض اینکه یکی از اجزای سیستم روغن را مورد مصرف قرار دهد، فشار در محفظه یو کاهش یافته و در نتیجه سوپاپ پیلوتی در اثر نیروی فنر خود به بالا حرکت می کند. این امر در ابتدا موجب بسته شدن منفذ بازگشت روغن به محفظه آر می شود و سپس محفظه های آ و بی را به یکدیگر متصل می کند. چنانچه روغن مصرفی بیشتر شود، فشار در محفظه یو بیشتر کاهش می یابد. به محض اینکه نیروی تولید شده توسط فشار در محفظه یو از نیروی فنر سوپاپ اصلی کمتر شود، سوپاپ حرکت کرده و مسیر بازگشت به مخزن را می‌بندد. این امر موجب ایجاد صدای تیک قابل توجهی می‌شود که پیش از شروع به کار مجدد پمپ می‌توانید آن را بشنوید. با شروع به کار مجدد پمپ، روغن تحت فشار به محفظه یو توزیع شده و کل سیکل مجدداً آغاز می‌گردد. حال یکی دیگر از اجزای سیستم را مورد بررسی قرار می‌دهیم. شیر اطمینان. شیر اطمینان در هنگام اتلاف شدید فشار روغن اولویت را به مدار ترمز جلو داده و در همان حال دو مدار ترمز جلو و عقب را از یکدیگر مجزا می‌کند. روغن LHM تحت فشار از قسمت نشان داده شده وارد شیر اطمینان شده و به مدار ترمز جلو می‌رود.
از دریچه های باقی مانده، یکی به تعلیق جلو، یکی به تعلیق عقب و دیگری به مخزن که در این مدار به صورت بازگشت نشتی است مرتبط می باشند. سوپاپ به یک فنر کالیبره شده متصل بوده و یک سر آن به انگشتی سویچ مکانیکی چراغ هشدار دهنده تکیه دارد. هنگامی که فشار در مدار پایین‌تر از 80 بار باشد، تنها مسیر در دسترس برای روغن به سمت مدار ترمز جلو خواهد بود و چنانچه سویچ موتور روشن باشد، چراغ هشدار دهنده توقف روشن می‌گردد. چنانچه فشار در محدوده بین 80 و 100 بار قرار گیرد، دو اتفاق روی خواهد داد. در مرحله اول سوپاپ بر نیروی فنر غلبه کرده و حرکت نموده و اجازه می‌دهد تا روغن بر هر دو مدار تعلیق جلو و عقب جریان یابد و در مرحله دوم چراغ هشدار دهنده خاموش می‌گردد. چنانچه فشار به هر دلیل به پایین تر از فشار فنر افت کند، سوپاپ به محل خود بازگشته و روغن دیگر به مدار تعلیق جریان نخواهد یافت. علاوه بر این، تماس در سویچ برقرار شده و چراغ هشدار دهنده روشن می شود. همونطور که می دانید، پس از روشن شدن چراغ هرگز نباید به رانندگی ادامه داد. قسمت دوم، سیستم تعلیق. همان گونه که در فیلم‌های قبلی نشان داده شد، گوی‌های فولادی شامل یک دیافراگم قابل انعطاف از جنس لاستیک مصنوعی بوده که در یک طرف آن گاز نیتروژن و در طرف دیگر آن روغن LHM قرار می‌گیرد. برخلاف یک انباره، هر چهار گوی تعلیق شامل یک دمپر می‌باشند. می‌بایست توجه داشت که بر حسب مدل خودرو انواع مختلفی از گوی‌های تعلیق وجود دارند. اندازه مجرای دمپر و مشخصه فنریت ضربگیر بر حسب مشخصات خود رو تفاوت خواهد داشت. علاوه بر این، حجم گوی، فشار گاز و جنس دیافراگم نیز ممکن است متفاوت باشد. در هندبوک تعمیراتی در چندین صفحه این تفاوت‌ها برای مدل‌های مختلف زانتیا و XM شرح داده شدند. بنابراین، هنگام سفارش قطعه اطمینان حاصل کنید که قطعه صحیح سفارش داده می شود. سیلندرهای تعلیق جلو و عقب با یکدیگر تفاوت دارند، هرچند از اصول عمل کرده یکسانی پیروی می کنند. سیلندرهای فولادی جلو قابل تعمیر نبوده، در حالی که سیلندرهای آلیاژی عقب به علت وجود واشرهای آببندی و گردگیرها قابل تعمیر می باشند. اساساً هر واحد تشکیل شده از مجموع سیلندر و پیستون که یک قسمت آن به بدنه خودرو و دیگری به بازوی تعلیق متصل گشته است. هنگامی که بدنه خودرو و اجزای تعلیق حرکت می کنند، دو جزء نسبت به یکدیگر لغزیده و روغن LHM بین گوی و سیلندر حرکت می کند. تعلیق جلو دارای یک ضربگیر یک پارچه با سیستم بوده، در حالی که تعلیق عقب دارای یک ضربگیر مجزا بوده که بین بازوی تعلیق و بدنه نصب شده است. علاوه بر یک خط بازگشت نشتی، تعلیق عقب همچنین دارای یک سوپاپ تنفس بوده که به گردگیر متصل شده است. چنانچه مایه از این نقطه نشت پیدا کند، دو مورد میبایست مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله اول ممکن است واشرهای آببندی در سیلندر مربوطه نیاز به تعویض داشته باشد و در مرحله دوم ممکن است نشتی به علت قفل شدن مسیر برگشت روغن ایجاد شده باشد. تصحیح کننده های ارتفاع. در فیلم قبلی وظایف تصحیح کننده ارتفاع و نحوه تنظیم آن شرح داده شد. همانطور که می دانید، تصحیح کننده های ارتفاع با یک تأخیر زمانی عمل می کنند تا بدین ترتیب تنها در اثر تغییرات مشخص در بار خود رو عکس العمل نشان دهند. اکنون با نحوه کاران آشنا می شویم. بدنه از آلیاژ سبک بوده که در داخل آن یک بوش فولادی پرس شده است. در میان بوش سوپاپ تصحیح کننده ارتفاع قرار گرفته که مقدار روغن LHM را در هر کدام از جفت سیلندرهای سیستم تعلیق کنترل می کند. در مثالی که نشان داده می شود، تنها به سیلندرهای تعلیق جلو پرداخته می شود، هرچند سیلندرهای عقب نیز دقیقاً به طور مشابه عمل می کنند. در هر دو سمت سوپاپ محفظه هایی قرار دارند که حاوی LHM بدون فشار می باشند.
دو کانال اجازه عبور روغن از یک محفظه به محفظه دیگر را می دهد. یک کانال از تعدادی باشر کالیبره بهره می برد که بدین ترتیب ایجاد یک ضربگیر هیدرولیکی یا دشپات را می کند. کانال دیگر تنها یک مجرای ساده بوده که از بوش فولادی می گذرد. هنگامی که باری در خود رو قرار می گیرد، سوپاپ به آرامی از موقعیت میانی خود حرکت می کند و در همان حال روغن از طریق ضربگیر هیدرولیکی از محفظه راست به محفظه چپ رانده می شود. هنگامی که ارتفاع صحیح باشد، سوپاپ به سرعت به موقعیت میانی خود می تواند بازگردد، چرا که روغن از مجرای فرعی عبور کرده و موجب بلند شدن صفحه سوپاپ می گردد. هنگامی که سوپاپ در موقعیت میانی خود ساکن بماند، نیروی فنر موجب بسته شدن صفحه سوپاپ می گردد. پس از برداشتن بار از خود رو عکس این عمل روی می دهد. یک هشدار مهم، چنانچه در حین عیبیابی سیستم به معیوب بودن یکی از تصحیح کننده های ارتفاع مشکوک شدید، نباید این نتیجه را بگیرید که تصحیح کننده ارتفاع حتما تنها قسمت معیوب است، بلکه می بایست اطمینان حاصل کنید که خطوط برگشت تمیز بوده، اهرم بندی ها به هم مرتبط بوده و تنظیم باشند و همچنین دارای آزادی حرکت کافی باشند. شیر ضد نشست. شیرهای ضد نشست مانند تصحیح کننده های ارتفاع جزئی از سیستم تعلیق می باشند. همونطور که قبلا شرح داده شد، وظیفه این شیرها جلوگیری از نشست خودرو پس از خاموش بودن خودرو به مدت طولانی است. در کتاب های راهنمای تعمیراتی شیرهای ضد نشست با عنوان SCMAC معرفی شدند. بدون وجود شیرهای ضد نشست، فشار باقی مانده در تعلیق جلو به تدریج از طریق تصحیح کننده های ارتفاع هدر خواهد رفت. به همین صورت فشار تعلیق عقب نیز از طریق تصحیح کننده ارتفاع عقب و شیر کنترل ترمز هدر خواهد رفت. وقتی موتور کار می کند و شیر اطمینان باز است، LHM تحت فشار سوپاپ شیر ضد نشست را بر روی فنر مربوط فشرده می سازد. این عمل شیر ضد نشست را باز کرده و موجب جریان یافتن روغن به تصحیح کننده ارتفاع شده و از طریق آن به تعلیق ارسال می شود. روغن LHM همچنین می تواند در جهت عکس و از تعلیق به شیر ضد نشست و تصحیح کننده های ارتفاع جریان یافته و به مخزن باز گردد. پس از خاموش شدن موتور، فشار خط باقی مانده از شیر اطمینان کاهش یافته، در عوض فشار تعلیق به اضافه فشار فنر به تدریج زیاد شده و موجب بسته شدن شیرهای ضد نشست می گردد. بنابراین روغن بین شیر ضد نشست و تعلیق حبس شده و موجب ثابت ماندن ارتفاع خود رو می گردد. در هنگام رانندگی فشار خط کاهش می‌یابد و چنانچه شیر ضد نشست نیز بسته باشد، هیچ روغنی از تعلیق عقب برای ترمزهای عقب فراهم نخواهد بود. برای جلوگیری از این امر، یک گوی اضافه در سیستم نصب شده است. این گوی به انباره ترمز عقب مرتبط بوده تا شیر کنترل ترمز در چنین حالتی تغذیه شود. لطفاً به یاد داشته باشید قبل از انجام هر گونه تعمیری همواره به طور کامل فشار سیستم را تقلیل دهید. شرح عملیات مربوط به تقلیل فشار سیستم در فیلم قبلی و نیز در راهنمای تعمیرات آمده است. توصیه می شود که موتور حداقل به مدت 1 دقیقه در حالی که اهرم کنترل ارتفاع در پایین ترین حد قرار گرفته کار کند. همانطور که اکنون می توانید مشاهده کنید، علت این امر آن است که تنها در چنین شرایطی شیر ضد نشست باز مانده و بدین ترتیب امکان بازگشت تمام LHM را به مخزن داده و در نتیجه در کل سیستم تعلیق فشار کاملا تقلیل یا و برای کار بر روی سیستم ایمن می گردد. تقلیل فشار کامل سیستم همچنین هنگام کار بر روی خودروی دارای سیستم تعلیق هیدراکتیو ضروری می باشد. قسمت سوم، سیستم ترمز. در این قسمت به شیر کنترل ترمز نگاهی می اندازیم.
اگر به خاطر داشته باشید، مدارهای جلو و عقب مستقل از یکدیگر می باشند. مدار جلو روغن را از طریق شیر اطمینان دریافت کرده و مدار ترمز عقب از تعلیق عقب و از طریق انباره ترمز عقب تغذیه می شود. سه سوپاپ در داخل مجموعه قرار دارند. دو سوپاپ اول قسمت اصلی شیر کنترل ترمز هستند و سوپاپ سوم در داخل جبران کننده فشار ترمز و به طور یک پارچه قرار گرفته که به طور خودکار نیروی ترمزی وارد بر چرخهای عقب را تنظیم می کند. برای جلوگیری از پیچیدگی مطلب فعلا به جبران کننده نپرداخته و بعداً به شرحان می پردازیم. سوپاپ جلویی به طور مکانیکی توسط پدال ترمز عمل کرده و به ترمزهای جلو مرتبط می باشد. سوپاپ دوم بین مدار انباره ترمز عقب و ترمزهای عقب قرار دارد. این سوپاپ با فشار ترمز جلو عمل کرده و یا به طور مکانیکی در هنگام معیوب شدن قسمت تأمین و حفظ فشار عمل می کند. در صورتی که نیرویی بر پدال وارد نشود، گذرگاه های تغذیه از شیر اطمینان و انباره عقبی بسته می ماند. توجه داشته باشید که در این موقعیت هر دو سیلندرهای ترمز جلو و عقب از طریق این مجرا و لوله برگشت به مخزن مرتبط بوده و هیچ خط فشاری بر ترمزها مرتبط نیست. هر نیرویی که بر پدال ترمز وارد شود مستقیماً بر سوپاپ جلوی تأثیر می‌گذارد. در اثر نیروی پدال سوپاپ حرکت کرده و گذرگاه برگشت را می‌بندد و اجازه می‌دهد که روغن از شیر اطمینان به طور فزاینده به ترمزهای جلو جریان یابد. همچنین روغن از میان مجرای وسطی سوپاپ جلو به فضای بین سوپاپ جلو و سوپاپ عقب نیز جریان می‌یابد. در همان زمان این فشار هیدرولیک بر روی سوپاپ ترمز عقب عمل کرده و موجب حرکت آن و فشرده شدن فنر آن می‌گردد. روغن اکنون می‌تواند از انباره ترمز عقب به ترمزهای عقب جریان یابد. به همان شیوه سوپاپ جلو روغن از مجرای میانی سوپاپ عبور کرده و به فضای پشت آن می‌رود. فشار پشت سوپاپ به اضافه نیروی فنر موجب تعادل نیرو در دو طرف سوپاپ می‌گردد. این عمل موجب توقف حرکت سوپاپ و در نتیجه متعادل شدن فشار در مدار ترمز عقب خواهد شد. فراموش نکنید فشار پشت سوپاپ عقب در مقابل حرکت پدال مقاومت می کند. این فشار به اضافه فشار بین دو سوپاپ موجب ایجاد یک مقاومت یا احساس سفتی بر روی پدال می گردد. چنانچه نیروی پدال تغییری نکند، فشار ترمز جلو ثابت شده و هر دو سوپاپ در تعادل باقی می مانند. بدین ترتیب می توان یک رابطه بین نیروی وارد بر پدال ترمز و فشار توزیع شده بر روی سیلندرهای ترمز جلو و عقب برقرار نمود. هنگامی که پدال رها می شود، سوپاپ تحت اثر فشار تغذیه مدار ترمز به محل شروع حرکت خود بازگشته و روغن از سیلندرهای ترمز مجدداً به مخزن باز می گردد. یک نکته قابل توجه این است که هرچند فشار در ترمزهای عقب و جلو متفاوت است، لیکن فشار در هر دو با نرخ یکسانی افزایش می‌یابد. به این عمل ادامه پیدا می‌کند تا هنگامی که جبران کننده شروع به عمل می‌کند. حال نحوه کار جبران کننده را بررسی می‌کنیم. وظیفه اصلی آن عبارت است از تعدیل کردن فشار در ترمزهای عقب و بنابراین نیروی لازم برای ترمزگیری را بر حسب بار وارده بر چرخهای عقب تنظیم می کند. هنگامی که ترمزها در حال کار نباشند، یک مجرا این امکان را می دهد که روغن از تعلیق عقب و از طریق انباره ترمز بر روی یک طرف سوپاپ رفت و برگشتی اثر گذاشته و آن را کاملا بر روی فنر خود فشرده سازد. توجه کنید که حال که جبران کننده به سیستم اضافه شده است، ارتباط ترمزهای عقب از طریق محفظه پشت سوپاپ رفت و برگشتی برقرار می گردد. هنگامی که به آرامی ترمز گرفته می شود، سوپاپ عقبی ترمز به سمت چپ حرکت کرده و در این حالی که امکان رسیدن روغن به ترمزهای عقب را می دهد، در همان زمان مقداری از روغن از مجرای داخلی آن عبور می کند. روغن بین سوپاپ رفت و برگشتی و سوپاپ عقبی یک نیروی مخالف در برابر سوپاپ عقبی ترمز ایجاد کرده تا بدین ترتیب یک مقاومت یا احساس سفتی بر روی پدال را تولید نماید.
توجه داشته باشید که مجموعه سوپاپ رفت و برگشتی کاملا در سمت چپ قرار گرفته و در موقعیت خود باقی میماند تا زمانی که عمل جبران کنندگی آغاز میگردد. افزایش نیروی وارد بر پدال ترمز موجب افزایش رو به تزاید فشار روغنی شده که به ترمزها جریان می‌یابد. فشار محفظه عقب اکنون با کمک نیروی فنر برای غلبه بر فشار مدار تعلیق عقب وارد بر طرف دیگر سوپاپ رفت و برگشتی کافی میباشد. سوپاپ رفت و برگشتی اکنون به سمت راست حرکت کرده و با سوپاپ عقبی تماس برقرار می‌کند و از این پس هر دو به عنوان یک مجموعه عمل می‌کنند. این شروع مرحله جبران کنندگی است. حال برای افزایش فشار ترمز عقب نیروی وارد بر پدال ترمز میبایست به حدی افزایش یابد که بر نیروی فنر سوپاپ رفت و برگشتی و نیز فشار هیدرولیکی وارد بر تمام سطح سوپاپ رفت و برگشتی غلبه کند. یک کاهش در نیروی مورد نیاز به علت اثر فشار تعلیق وارد بر قسمت حلقوی سوپاپ رفت و برگشتی وجود دارد. از این رو با افزایش فشار ترمز عقب فشار ترمز جلو میبایست به تناسب بسیار بیشتر از قبل افزایش یابد. علاوه بر این فشار ترمز عقب با نرخ کمتری نسبت به فشار ترمز جلو افزایش می‌یابد که این عمل تمایل چرخ‌های عقب به قفل شدن در حین ترمزگیری را کاهش می‌دهد. به یاد داشته باشید مدار ترمز عقب توسط مدار تعلیق عقب تغذیه می‌گردد. بنابراین حد اکثر فشار ترمز عقب محدود به فشار سیستم تعلیق عقب باقی می‌ماند. قسمت چهارم، سیستم فرمان هیدرولیک. سیستم فرمان هیدرولیک موجب کاهش نیروی لازم برای دور زدن توسط راننده می‌گردد. میزان نیروی تقویتی فراهم شده توسط سیستم به طور خودکار بر حسب مقاومت دور زدن در چرخ‌ها تغییر می‌کند. در حین پارک کردن خودرو که چرخاندن فرمان مشکل تر می شود، سیستم حد اکثر نیروی تقویتی را فراهم می کند. هنگام حرکت با سرعت بالاتر و یا بر روی یخ، نیروی تقویتی فرمان به منظور افزایش پایداری خودرو در هنگام تغییر جهت محدود می گردد. برای تأمین نیروی تقویتی فرمان، دندشانه‌ای فرمان با یک رم هیدرولیکی همراه شده است. یک سر رم به جعبه شانه‌ای فرمان و طرف دیگر آن به دندشانه‌ای متصل شده است. روغن LHM از طریق شیر کنترل پینیون به یک طرف و یا هر دو طرف پیستون رم وارد می‌گردد. روغن از طریق یک لوله مجزا به مخزن باز می‌گردد. وظیفه شیر کنترل پینیون تقسیم فشار است که اکنون نحوه کار آن را بررسی می‌کنیم. در شیر کنترل یک میله پیچشی نصب شده است. یک سر این میله در پینیون محکم شده و سر دیگر آن در روتوری قرار می‌گیرد که مستقیماً به میل فرمان متصل می‌باشد. میله پیچشی میزان نیروی تقویتی را به تناسب مقاومت چرخ‌ها در حین دور زدن مشخص می‌کند. هنگامی که فرمان چرخانده می‌شود، میله پیچشی نیز پیچیده شده و موجب یک انحراف بین روتور و پینیون می‌گردد. در سرعت‌های پایین مقاومت بیشتر بوده و در نتیجه میزان انحراف نیز بیشتر خواهد بود که این امر موجب تولید نیروی تقویتی بیشتر خواهد گردید. اما در سرعت‌های بالا و یا در سطوح لغزنده مقاومت کاهش یافته و در نتیجه میزان انحراف کمتر و به تبع آن نیروی تقویتی نیز کمتر خواهد شد. در هنگام نقص احتمالی سیستم هیدرولیک هدایت خود را از دست نرفته و ایمنی حفظ می‌گردد، چرا که انتهای روتور در داخل پینیون محکم شده است. این نحوه قرار گرفتن موجب آزادی حرکت پیش از تماس روتور با پینیون به میزان تقریبی 7 درجه در هر جهت به منظور حفظ اتصال مکانیکی فرمان می‌گردد.
حال ببینیم که یک شیر کنترل پینیون در سیستم فرمان راست همراه با رم هیدرولیکی چگونه عمل می کند. اصول کار برای سیستم فرمان چپ نیز یکسان است، لیکن ترتیب اجزا کمی متفاوت خواهد بود. بدنه شیر شامل سوپاپ پینیون بوده و در داخل روتور قرار دارد. محفظه مرکزی روتور به طور دائم به مخزن مرتبط می باشد، در حالی که رم هیدرولیکی از طریق دو لوله به بدن شیر متصل است. هنگامی که قربیلک فرمان ثابت باشد، روتور در وضعیت خونسا قرار می گیرد. این حالت امکان آن را می دهد که روغن LHM از پمپ به بدنه شیر و از طریق آن به دو طرف پیستون جریان بیابد. چون روتور به طور دائم به مخزن مرتبط است، روغن می تواند بدون مانع به مخزن بازگردد. از این رو هیچ فشاری در سیستم تولید نشده و بنابراین هیچ نیروی تقویتی نیز وجود نخواهد داشت. چنانچه قربیلک فرمان به سمت چپ چرخانده شود، سمت راست پیستون همچنان متصل به مخزن باقی مانده و در همان حال روغن از پمپ به سمت چپ رم وارد شده و فشار را افزایش می دهد. فشار موجب حرکت پیستون به سمت راست شده و بدین ترتیب دندشانه ای را همراه با خود حرکت داده و چرخ‌ها را به سمت چپ می چرخاند. چنانچه راننده بخواهد به سمت راست بپیچد، روتور در جهت عکس خواهد چرخید. در این حالت خطوط برگشت به مخزن بسته شده و فشار در هر دو طرف پیستون تشکیل می شود. سطح در تماس با روغن در سمت راست پیستون دو برابر سمت چپ می باشد. بنابراین نیروی ایجاد شده در سمت راست پیستون دو برابر سمت چپ بوده و در نتیجه پیستون به سمت چپ حرکت کرده و موجب تقویت عمل چرخش چرخها به سمت راست می گردد. در اینجا دو نکته مهم دیگر وجود دارد. نکته اول این است که همانطور که قبلا گفته شد، نیروی تقویتی فرمان متغیر است و چنانچه انحراف بین روتور و پینیون در حد اکثر خود نباشد، نرخ جریان کاهش می‌یابد. در نتیجه پیستون آهسته تر حرکت می‌کند، چرا که نیروی کمتری بر روی آن اعمال می‌شود. نکته دوم، فشار سیستم توسط یک رگلاتور محدود می‌گردد و همانطور که قبلا دیده ایم، این رگلاتور یا در داخل پمپ 6 به علاوه 2 قرار دارد و یا در بعضی از مدل‌ها در محلی خارج از پمپ. شما اکنون می‌توانید قسمت آخر کتابچه همراه با فیلم را تکمیل کنید. در صورت نیاز می توانید هر کدام از بخش های فیلم را به دفعات مشاهده کنید. پس از اتمام کار برگه های پاسخنامه را به دپارتمان آموزش ارسال کنید. شما اکنون اطلاعات عملی خوبی از اصول اولیه، نحوه نگهداری از سیستم و نحوه عملکرد اجزای اصلی سیستم دارید. امیدواریم در این مرحله از اطمینان کافی جهت عیبیابی سیستم برخوردار بوده و از اطلاعات به دست آمده از این سه فیلم استفاده کنید. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.